چی شد که فاصله گرفتید از هم و حالا که نمیشه جواب جواب دادی پخش میشه دیگه چرا او بودم عربا جمع کنم برای آقا درک که نمیگیری خب سلام میکنم به مهیار عزیز و رضا رویی گل که اومدید شرکت کردید توی برنامه مصاحبه. آقا با توجه به جنجال هایی که تو رابطه دوستی شما وجود داره ما گفتیم که یه ویدیو جذابی میشه ساخت از این مصاحبه که بگیریم و یه سری داستانی که برای همه ابهام و سوال بوده رو البته من رو افشا کنیم. البته من رو زور من خودم که ایرانی نم ولی خب اومدیم که افشا کنیم که بریم ایشالله دروغه هم اسکه بخوره هسته شدانش چی؟ پس از دانش چی؟ آره هرکی دروغه یه انه بیسته رو باید بزنم آره لگر میزنم تو سطح صورت رو نکنم اون فیلمان یه پاهی آره بیم پره بچه دروغه بگه اینو بکنم تو قلبش یه چیزی هم به من بگه تو مهدش بزنه بیرون بیا تو این خفش کن نه نه خودم خفه میشه خب بچه همه سوال رو شروع میکنم یه لطفی بکنید تمرکز کنید دیگه به همون سواله سعی کنید جواب بدید برو درست خب بچه اول یه زحمت بکشید یه بیوگرافی از خودتون بدید که رضا رویی هستم 5 ساله از آمد نه بابود رضا یه بیوگرافی از خودتون بدید من رضا رویی هستم 6 ساله از آمد دروغ گفت از آمد چند سالت؟ نه خب خیلی سوال دارن آخرم مهیار رضوی هستم یه مدتی از زمانی که پیج اینستاگرامت رو افتتاح کردی جفتتون یعنی تا حدود زیادی هنوز رضا پیجش لایف استایل درست میگم؟ من آره چون عکس میذاری دیگه چون میگم جایشنی؟ آره اوکی خب رضا جان داشو گفتیم عوض کنی که ما برای رضا جان هنوز بیشتر فعالیت لایف استایلی داری تو پیج اینستاگرام درسته من تا فعالیتی میشم ولی خب من بیشتر بیزینس هم عشقی هم دیگه دیلی کار میکنم با بچه‌ها کار میکنیم میذارم بسیار خیلی هم خوبه خب بچه حالا بریم سراغ سوالات اصلی ببینیم که آقا چی شد شما از کی با هم دوست شدید اصلا کجا با هم آشنا شدید چی شد که همدیگه رو پیدا کردید ما اول بار خیلی اول اومدیم این میگفت این باشه نمیام من گفتم این باشه نمیام الانم بعدم تو چه کاری این قضیه پیش اومده بود؟ تولد توی بنده خدای اون جفته اون دعوت بودیم بعد بسیار با هم رفیقا صمیمی شدیم 6 7 سال پیش 6 7 سال پیش بود که شروع دوستیتون استارت خورد بعد که تصمیم گرفتید که با هم کار کنید از اون اول تصمیم داشتید نمیتونست بگم ما از اول پیشرفت رو میخواستیم یعنی هیچکی هم کمکمون نکرده خودی نه بودیم و اینا چرا دیگه داریم میتونیم دیگه تو الان میتونیم موقع نمیتونیم از هم شده همین که تا اینجا اومدیم فعلا خودمون خب اولین کاری که با هم استارت زدید از اینستا بود یا یوتیوب اینستاگرام شروع کردید بعد وارد یوتیوب شدید خب اولین پیشنهاد وارد شدن به یوتیوب رو کی داد؟ پویان انعار نه خب به کدومتون یعنی هم زمان به جفتتون پیش اومد پویان روزی که خودش یوتیوبشو زد یه هفته بعدش به من گفت بیا تو یوتیوب بزن بعد من گفتم نه بابا چیه چرت و پرت نه اون موقعی که خودش زد نه بعد دیگه من نزدم تا الان که حالا مثلا کانال فعالیت میکنم ویدیو میذارم خیلی خوبه بعد پس با هم دیگه کانال یوتیوبتون استارت زدید که اسمش چی بود کانال یوتیوبتون رضا مهیار بود آها بسیار خب تا یه زمانی تو یه بازه زمانی با هم دیگه تو این کانال فعالیت کردید و چه بازه زمانی یه سال بود تقریبا دو سال بود چقدر بود کار کردن شما دو سه ماه کلا با هم دیگه کار کردید و بعد اولا که الان این کانال سرنوشتش چی شده یعنی کانال چی شده هست هنوز آره هست به نام
رضا هست فرق نداره. نه اسمش یعنی میخوام ببینم کانالشو اگه بخوام سرچ کنم به نام رضا روحی. بسیار عالی. خب چه دلیلی داشتش که حالا فعالیتتون یه مدتی همونطور که همه میدونن و خیلی هم برشون سوال شده یهویی رضا و مهیار که یه زوج دوست داشتنی بودن در کنار هم، هم تو یوتیوب هم تو اینستاگرام، حالا شوخیاشون از حق نگذریم ویدیوها رو هنوز فکر کنم تو کانال رضا باشه، میتونن برن نگاه کنن. واقعا شوخیاتون نکست لول بود، یه جوری با هم شوخی میکردید که هیچ کس تو یوتیوب جرأتشون نداشت. یه بار یه جور انقدر شوخی برای گرفته بودیم خود یوتیوب کلیپ رو باک کرد. میگم دیگه داشتید یعنی قشنگ به تهش میگم کسی زیاد نمیبارن متفاوت باشی حالی کارایی هم کردن و موفق شده بودید، یعنی کارایی میکردید که خیلی بیننده داشت و کارتون هم خیلی گرفته بود توی یوتیوب ویوهای بالا. حالا چی شد که بچه ها یه ذره اصلا فاصله چی شد که اصلا فاصله گرفتید؟ والا رفیق نابا داشت گزارش پنج که نیست ما سر شور که نمیسازیم که باز پخش داره بعد رو هرده رفیق نابا یه سری ها باز شدن که ذره شده دیگه. یه سری ها بغیر از بچه اکیپ اصلا تو اکیپ خودمون نیستن و فکر نکنید خب بعد این جدایی که وجود داشته فاصله که از هم گرفتیم ما یه اکیپیم که حالا پویان همیشه ما رو دارن هم جمع نمیذاره میشه عالیه دست پویان رو درد نکنه دل مهربانی داره همیشه خودمون حواسمون به خودمون بوده بسیار. حالا بقیه شاید هر فکری بکنم حالا این مسئله حالا بچه ها فاصله ای که تمرکز کنید بهتون این دوتا به هم که میافتن رضا و مهیار واقعا غیر قابل کنترل میشن. این فاصله ای که از هم گرفتید توی فضای کار بود فقط یا نه اینکه تو رفاقتتون هم حالا با دلخوری این فاصله رو اصلا دلخوری که نبود ولی کلا هم فاصله داشت، یعنی نه تماسی نه پیامی هیچی دیگه کلا. به چه مدت از هم تقریبا دور بودید؟ به مدت معلوم چه مدتی بچه ها از هم فاصله گرفته بودی؟ یه سالی دقیقه بود اول برگشت شما در کنار هم دیگه اولین قابی که دیده میشه تو ماه محرم بود که یه عکسی بود که تو پیج پویان منتشر شد بعد کم کم آره کم کم من نمیتونم اینو میگم به افتخار خوده سوس ماست خب این چی نگو فری خیلی خنده دارم بزنم آفری آفری خب خیلی قشنگ گفت خیلی قشنگ گفت چی نگو چطور بود؟ خب کم کم این عکس و فیلم ها زیاد میشه در کنار هم دیگه بیشتر دیده میشه سبل نمیزنده هستی آره کم کم این عکس و فیلم های کنار همتون زیاد میشه و دیگه یهویی به صورت رسمی با یه ویدئویی که ستای پویان و رضا و مهیار با هم میگیرن تو اینستاگرام پخش میکنن فکر میکنم مهر تاییدیه که برای اینکه خب آقا ما دوباره برگشتیم کنار هم دیگه درسته همیشه گنرم بودیم، همیشه برگشتیم یه موقعیم کاره قبلی بزنه، ای من زنده بمونم آخره ویدیو آره اون تو که رضا پیش میشه دستش که محدود بود دیگه، کلن تو 4-5 نفر جمع میشدیم که بیشتر از این نشیم. خب اولا که خدا رو شکر میکنیم از اینکه دوباره این زوج دوست داشتنی اینستاگرام و یوتیوب و کنار هم توی قاب میبینیم. دوباره اینکه خب حالا که دوست نابا باعث شد اصلا فاصله بگیرید حالا چی شد که دوباره با هم اوکی شدید؟ یعنی چه عاملی به وجود اومد بعد از یک سال؟ چه تفاوتی پیدا شد که یهو با هم اوکی شدید دوباره برگشتید؟ یه سری چیزا رو تو زندگی آدم حذف میکنه، یه سری بالا پایینا میکنه، یه سری چیزا بعدا فکر میکنه، یه سری تغییرات تو زندگیش ایجاد میشه دیگه، یه سری چیزا پی میبره دیگه. بسیار هم نه اصلا ارزشش هم خیلی دنیا هم دو روزه دیگه شاید فردا یکی از ما نباشه خیلی راحت این واقعا تاش سوسماس داشت سوسماس داشت یه آره یه سوسماس غمگین داشت اوکی
خب تو این مدتی که حالا فاصله داشتید از هم، چون قبلش که با هم کار میکردید، یعنی بیشتر اکثر وقتتون کنار هم دیده میشدید، تو این مدتی که فاصله داشتید مهیار و پیمان و پویان با هم دیگه بیشتر دیده شدن، و حالا با توجه به اینکه اونا رفتن ترکیه چه برنامه‌ای وجود داره؟ یعنی ای بابا یعنی الان دوباره مهیار و دوباره مهیار و رضا زوجی میشن که کنار هم دیده میشن تنها، یا نه قرار برنامه‌ای وجود داشته باشه که حالا شما هم بدونی میریم؟ آره این اکیپ کلا ما کنار هم باشه، این اکیپ باید کنار هم باشه، چه اینجا چه اونجا، چهار نفر کلا ما چه اون پشت چه این بعد چه اونجا هر جا باشه با همه. بسیار عالی. خب پس همکارتون به صورت رسمی با هم دیگه دوباره استارت خورده، کنار هم دیده خواهید شد. با دیالوگ اون باید میشه بسیار هم عالی. خب سوال آخری هم که قرار ازتون بپرسم در رابطه با برنامه های آینده تونه، و اینکه ببینیم که توی اینستا با توجه به اینکه مهیار خب توی این مدت کابل های خودش رو پیدا کرده بوده، حالا چه دختر چه پسر، کلیپ هایی که میگرفته کابل های خودش رو داشته، توی اینستا از این به بعد رضا روحی رو تو پیج مهیار و برعکسش مهیار رو تو پیج رضا روحی خواهیم دید یا نه؟ آره دیگه میگم این اکیپ بمونه دیگه، یه اکیپ چهار نفریم، کلیپ های هم هستیم. و کلیپ های مشترکتون رو توی یوتیوب هم قراره دوباره از سر بگیرید دیگه. خب خیلی خبر خوشحال کننده بود حداقل برای من، و مطمئنم یه سریایی هم که تو این مدت پیگیری میکردن خیلی تو لایو. یه سوسماس بذار بگیر نفر دیگه. بگیر. کمر میشکنه. یعنی تنها سکرتی که تو زندگیم بوده ویکتوریا سکرت بوده. بسیار هم عالی. آفرین. آفرین. خوشحالم. من ندارم. من خیلی بسیار خوشحالم. یه سس ماستی خوب. بسیار. مطرح کردن که بچه‌ها کبود شدن. خب بچه ها امیدوارم که از این مصور در حال افتاده باشه که با این سواله زیاد حال نکرم این میشه این کلیپ رو پخش نکنم. شما غلط کردی بذاشت نخواه نمی کنی چی داره این پرسه، اصلا همه سواله ما رو دیگه پرسید دیگه. آره دیگه چی نداشت چی خواهی دوست با جواب دهی چی داره جواب دهی آخه یه سواله پرسید الان که نمیشه جواب جواب دادی پخش میشه دیگه. چرا او بودم قرار بابا جمع کنم درک دارم بسید بایستا جمعش کن خاموش کن. ای بابا برها چرا خاموش میکنی؟ برها چرا زنید؟ مهیار جان آخر کلیپ رو بگو که ما پخشش کنیم دیگه اینو. لایک کامنت تابستان رفت بشو اینو بچه پخش میکنم قسمت همکاری های اون چه هم نمیتونه بخوره. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن آن شه. خیلی دوستتون دارم، کلیپ های بوم تو رو